رسانه اینترنتی نایت مووی با افتخار تقدیم میکنه آهنگ برنادت، دوبله شده در استدیو پسرداد، مدیر دوبلاژ سعید شرافت، پخش از ویدیو رسانه پرسو. و با معرفی جنیفر جونز به نقش برنادت. موسیقی آلفرد نیومن. ویلیام پربرگ، کارگردان هنری کینگ، این فیلم داستان زندگی برنادت سوبیروس که در دهکده لورد واقع در جنوب فرانسه نزدیک به خاک اسپانیا زندگی میکرد. برای کسانی که به وجود خدا ایمان دارند هیچ توضیحی لازم نیست و برای کسانی که به وجود خدا ایمان ندارند هر توضیحی ناممکن است. 11 فوریه سال 1858. گیرت بیاد. Thank you.
جز کاری براتون ندارم. خودم کار ندارم، اون وقت چطوری میتونم کاریر اضافی بگیرم؟ این روزا مردم دیگه نون نمیخورن. آخر حالا دیگه موجب همه کلوچه مربایی بخورن. چرا سری به بیمارستان نمیزن؟ حالا میگه کارشون رو میکرد دیروز رفت شهر. ممنونم، ممنون. آشغالا رو بردار به وزه بولدونی یه مساویه، همه شونو خوب بسوزون. این آشغالا پر میکروب و مرض هم. چرا مسیح کلیسا رو بنیاد کرد؟ مسیح کلیسا رو برای ارشاد و نجات انسان بنیاد کرد. مسیح چند سال روی زمین زندگی کرد؟ حدود 30 سال زندگی کرد و زندگی پاک رو همیشه در فقر گذشت. کاملا درسته، ولی آخرین و مهمترین کلمه رو فراموش کردی. باید میگفتی در فقر و رنج. این نکته رو دیگه فراموش نکن دخترم، چون فقط از طریق رنجه که میتونیم به ملکوت خدا راه پیدا کنیم. تثلیث مقدس چیه؟ گفتم تثلیث مقدس چیه؟ مگه سوالمو نشنیدی؟ بله خواهر روحانی، شنیدم، اما چیزی دربارش نمیدونم. قبلنم نشنیده بودی؟ شاید شنیده باشم. سردر نمیارم دخترم، گستاخی میکنی یا فقط ابلهی؟ ابله هم خواهر روحانی، تو درس خوندن خیلی کودنم. گستاخم هستی، تو دختر بزرگی هستی برنادت، تو این کلاس از همه بزرگتری. ندونستن تثلیث مقدس نابخشودنی. برو تایی صف بیست. چی میخوای بگی ماری؟ فقط میخواستم بگم روزی که درس تثلیث مقدس رو به ما دادید، خواهرم برنادت مریض بود، خیلی از کلاس عقب مونده، چون همیشه مریضه. بیماریش چیه؟ بهش میگن آسم یا همچی چیزی. شاید میخوای بگی آسم. بله خواهر، دکتر دوزو هم همینو میگه. خواهرم نفسش بند میاد، بعضی وقتا هم اینجوری میکنه. وقتتون رو با خنده تلف نکنین، برگردین سر درستون. سوانت، تو به برناده تثلیث مقدس رو یاد بده. تثلیث مقدس همون خدای واحد است که به سه شخصیت ربانی تقسیم شده: پدر، پسر و روح القدس. صبح خیر خواهر مادرس. صبح خیر پدر پیرامار. صبح خیر فرزندان من. صبح خیر جناب. از این طرف ها رد می شدم، گفتم سری به شما بزنم. خواهر ببینم چند نفر از بچه ها را برای تشرف به دیانت مسیح آماده کردیم. 6 نفر، الان داشتیم مفاوضه می کردیم. بسیار خوب، همه تون مفاوضات را بلدی؟ بله جناب. یادگیری مفاوضات محتاج سخت کوشیه. من معتقدم که به این سخت کوشی باید پاداش داد. من چند تا تصویر مقدس دارم، بخواید اونا را بهتون بدم؟ بله جناب. بسیار خوب، اینم تصویر مقدس. متشکرم عالی جناب. وقتی بزرگتر شدید متوجه خواهید شد که با یاد گرفتن محافظات نه فقط پایه محکمی در تعلیمات دینی کردید، بلکه صاحب آیینی شدید که در سراسر زندگی راهنمای شما خواهد بود. ببخشید پدر روحانی، این دختر مستحق نیست، با این کار به دیگران بی‌انصافی میشه. همه محافظات یاد گرفتن غیر از اون. این که بد شد، واقعا متاسفم. از این به بعد علاقه بیشتری به امور دینی نشون بده، درسات خوب بخون. کار پیدا کردی؟
20 فرانک؟ از تو نونوایی؟ پس کجا؟ بهتره نپرسی. گدایی کردی؟ بدتر از گدایی. هرچی گند و کثافت تو بیمارستان بود بهم دادن ببرم بسوزونم. ببین کار سبرای بدبخت به کجا کشیده. ببین باید با چه خفتی زندگی کنه. سبرای آسیابان چه روزگاری بهترین آرد ولایت درست میکرد، حالا باید تو زندان سرد و مرطوبی زندگی کنه که جای هیچ جنایتکاری نیست. آره این زندان به درد دوسا و قاتلا نمیخوره، اما جون میده برای سبره و سن بچهش. آره بذار اون تو بپوسن، بذار زمستون یخ بزنن تا به سون کباب بشن. به درک بیا تو جان، مامان جانو با خودم آوردم، قراره تو درس و مشق کمکم کنه. خیلی خوب، خدا کنه بتونیم سیرش کنیم. خواهش میکنم. خب دیگه بشینین. من اصلا گرسنه نیست، اجازه بدیم چه نگاه کنم. سلامت پدر و پسر و روح القدس، آشارو بخوره هیچی نفرش. آشارو که بی حیا. این مزخرفات از کجا یاد گرفتی؟ هرکی از این حرفو بزنه میره جهنم. من فقط گفتم آشارو بخور و هیچی نپرس، حرف بدی نزدم. بازم که تکرارش کردی. خوب کم از شما دو نفر مؤدب‌تر و تمیزتره. پاشین برید سر صورتتون رو بشورین، زود باشین هر دوتون. چه خبرتونه؟ سرمو بردین؟ ببین میذارن آدم یه چرت بخوابه. معذرت میخوام پدر، بس سرما یخ کردم، آتیش روشن کن. هیزم نداریم. یعنی هیزم من باید بیارم؟ تمام روز جون کندم، غیر از سکوت یه ذره گرما چیزی نمیخوام. از صبح تا غروب از سرما سگ لر زدم، تازه تو خونم باید خرکاری کنم. من میرم هیزم جمع میکنم پدر. میذاری منم با ماری برم مامان؟ نه خیر، به هیچ وجه اجازه نمیدم. تا بهت باد بخوره سرما میخوام. لباس گرم تنم میکنم مامان، خواهش میکنم. مامان خیلی خوب خیلی خوب، اما خودتو بپوشون. مامان منم برم. نه خواهش میکنم مامان، تو باید تو خونه بمونی، تمام روز دعا کنی که خدا گناهتو ببخشه. لوئیت چی شده کروزین؟ بیچارم بازم رهشه گرفته، نمیتونم چیکار کنم، کمکم کن لوئیت. آروم باش کروزین، تو برو، منم الان میام. خدا بیا با هم بریم، خواهش میکنم. مامان نه خیر، تو پیش برادرت بمون، تو هم باید از خدا طلب مغفرت کنی. دختر شما هم زود برگردی. یلا برناریت عجله کن، هرکی زودتر از رو پل رد شد پادشاست. سلام برناده. روز بخیر خانم نیکولو. بابا مامانت خوبن؟ بله خیلی خوبن، متشکرم. حالا پسرتون آقای آنتوان چطوره؟ سرو مرا گنده. شما چطورین برنادت خانم؟ بد نیستم متشکرم آقا. خب دیگه باید راه بیفتم، ولی خواهرم نگران میشه. اجازه هست از رو پلتون رد شم؟ هر چقدر که دلتون میخوان، برای شما مجانیه. خیلی ممنونم آقا. بذارین کمکتون کنم، این پل دیگه زوارش در رفته. خوشگلی میشه نه؟ Yes, you are, too. Come on, Mom, let's go. Let's go! I'm sorry!
water. Remember what Mama told you. I won't catch cold. Oh, won't you? You'll get a cough, then your asthma will keep me awake all night long. Maybe I can jump across the rocks or something. Yes, and tumble in. And when you fall in and get your bottom wet, don't ask me to wring you out. But if I dry my feet real well, I won't catch cold. Oh, we don't need you anyway. Come on, Marie, let's go. You stay there till we get back. But three can carry more than two can. چوبه تو شهر ببرم بردادید یوهو ها دیدی بهت نگفتم در میره نه نه ما هر یه همچی کاری بکنیم حتما همین دور میکنم مرده رو زمین زانو بکنم چرا حرف نمیزنی؟ حتما شوخیش گرفته منم بلدم چه کار کنم چی شده؟ از ما میپرسی؟ ما به دستو بپرسی؟ فکر کردم آسپ کشتتت Thank you.
چرا خوشکت زده؟ بیا دیگه، باید قبل از غروب خونه باشیم. دارم میام. سراح نیست دوباره از این آب سرد رد بشیم. تو باره اون برای رودخونه باید همه پر میان پیشت. What cheat you two are. This water is as warm as dish water. You've got bats in your belfry. That water's freezing. Well, it isn't now. Look, my toes are not even white. بگو ببینم چرا وسط صخره ها زانو زده بودی؟ مگه شما ها ندیدینش؟ کیو؟ تو اون غار کسی با تو بود؟ پس داشتی طلب بخشش میکردی؟ جان خودت بگو کی با تو بود؟ بهتون میگم اما قسم بخورین که به کسی نمیگین. اگه مامان بشنوه حتما کتکم میزنه. قسم میخورم، من بهت قول میدم قسم نمیخورم. قسمای اینجوری گناه کبیر است. تو که دلت نمیخواد من قبل از مراسم تشرف گناه بکنم ها؟ بهمون بگو دیگه بگو. راستش بانویی رو دیدم که سر تا پا سفید پوشیده، بانوی شال آبیم به کمرش بسته بود و روی پاهاش گلای طلایی داشت. به عمرم آدمی به این قشنگی ندیده بودم. شر رو ور نگو، آخه بانوی به این خوشگلی وسط صخره ها چی کار میکرد؟ نمیدونم اما من دیدمش، راستی راستی دیدمش. پاشیم بریم دیگه، موندنمون اینجا صلاح نیست. تو این یکی رو بردار. نه این یکی رو برمیدارم چون گنده تره، شما هم خسته شدی. هنوز دخترها بر نگشتن؟ نه بسی درشکچی خانم میله اینجا بود، میگفتی که رخ واسه شستن ندارن به تو بدن. حالا شکم اونو از کجا سیر کنیم؟ از من نپر، چون خودم هم تمام بعد از ظهر تو همین فکر بودم. برنادت تو حالا کجا بودی؟ داشتم از ترس تلف میشدم. عوضش کمی چوب گیر آورده ماما، سهیمه تا چند روز بس مونه. غیر از هیزم جمع کنی کارهای دیگه هم داریم، جارو کشی، نظافت، آب هم لازم داریم. آبو من میارم ماما، من که دیگه نا ندارم را برم. برنادت برنادت چیه ماما؟ اینقدر ندارم. باشه خدافظ. اینو از دستم بگی ماما، این دختره نباید اینقدر بدوه. تمام راه و یه بند دوید. مروشان به گردش هم نمیرسیدیم. حالا تا صبح سرفه میکنه. بنادت هیجان زده است ماما، که میگه روغر ماسابیه بانوی سفید پوشی رو دیده که روپاهاش گلای طلایی داشته. این مزخرفات کیو داری میگی؟ این عین حرفای بنادت. لباس سفید و گلای طلایی. میگه این بانو رو صخره ایستاده بود و بهش لبخند میزد، یه تسبیح مروارید هم دستش بود و یه صلیب طلایی. ماری تو قسم خورده بودی، چرا لوم دادی؟ ماما ازم پرسید. این شعر و رو قضیهش چیه؟ حقیقت محض ماما، روغار ماسابیه خوشگلترین بانوی دنیا رو دیدم. بانو؟ کدوم بانو؟ نمیدونم، یه دفعه ظاهر شد و یه دفعه هم غیبش زد. آه اینقدر چرت نگو دختر. نه ماما واقعا دیدمش، صورتش اینقدر قشنگ بود که نگو، چشمم که بهش افتاد احساس کردم. سوبیرو میشنوی چی میگه؟ آره شنیدم، خوب میدونم چرا از این حرفا میزنه، میخواد پوز بده، از خودش چیز میسازه که خیال کنن آدم مهمیه. این قصه ها دیگه کهنه شده، داستان شاه پریان، گلهای طلایی روی پاش. واقعا که من واقعا و حقیقتا بانو رو دیدم، باور کنید راست میگم. کامل
اینا چیز مال شماست، به خاطر بچه‌ام که جونشو نجات داد. البته برای نجات زندگی بچه‌مون این خیلی ناقابله، اما خواهش میکنم قبولش کنی. نه امکان نداره. فقط به این وسیله میتونیم سپاسگزاری کنیم. خواهش میکنم. قبول کن لوئیس، دست دوست و همسایه رو که نمیشه رد کرد. اگه قبول نکنی ممکنه برنجم. آخه شما مثل ما به این قضا محتاجی. نه امروز خالم با دستی پر از ویگار به دیدنمون اومده. ما میخوایم شما تو بخت ما شریک باشین. خواهش میکنم. خدا به هر دوتون عوض بده. این خوردنی ها چند روز سیرمون میکنه. سوسی این یه همونه که تو قصابی دیدی؟ با این تخم مرغ چه خاگینه ای درست میکنه. گم کردی که از این مرا پیدات شده. قضیه دوتلو رو که شنیدی؟ مهتر کازنا باره میدی؟ اسب لگدش داده پاشو شکسته. پای اسب شکسته؟ نه پای دوتلو شکسته از سه جا. پیدات خیلی بد شد. از قضیه خیلی هم خوب شد. خجالت بکش لوی. درسته که دوتلو بد بود، اما واسه شوهرت که خوب شد. کازینو با میخواد استبلشو دست تو بسپاره. منم واسه همین اینجا روزی دو فرانک حقوق میگه با یه وعده قضا. تو بیرا روزی دو فرانک قضاشم که حتما گرمه. باجی میذاری منم باید سوار بشم؟ اول من تو بزرگترم. چرا تعجب کردم؟ مگه نمیدونستی از کازینو با قول گرفته بودم که اولین جای خالی رو ببر بده؟ تازه مهتری که کار نشد. آه چه میشه کرد؟ این روزا همه آسیابونا خرکچی شد. نه کازینو بگو قبول کردم. گفت بهت بگم که سر ساعتی پنج صبح اونجا هم تیرز ماما اونی بیکاز ایم سو هپی ایم هپی تو وی مست سلبریت همه تون شام مهمونه. تعارف نکنید، باید شام رو با ما بخورید. خب حالا همه چی رو آماده میکنیم. غذا که داریم، کارم که برام پیدا شده. ما تخم مرغ رو قبول کردیم، شما هم باید خاگینه رو بخورید. بیش از اینم تعارف جایز نیست. بچه ها به مادرتون کمک کنید، تخم مرغ رو خاگینه کنید، سوسیسارم برامون سرخ کن عزیزم. حرف بزن یا مرده یا بلای سرش اومده. رنگش مثل گشت سفید شده. بلا کجاست؟ دارم میبرنش خونه نیکول. خود را خونین راحتش بذارین. حالش هیچ خوب بیم. حالش داره خوب میشه، داره چشماشو باز میکنه. حالا حالت بهتره؟ بله متشکرم خانم. الان برات یکم شیر گرم میکنم. خیلی ازتون ممنونم، اما چیزی احتیاج ندارم. چه شده؟ چه اتفاق افتاد؟ بانو مدت درازی اونجا بود، با هم حرف زد. باهات حرف زد؟ چی میدون؟ باید به من افتخار بدی و تا 15 روز هر روز بیای اینجا. بعد ادامه داد، تو این دنیا نمیتونم گل خوشبختی بهت بدم، اما تو اون دنیا میتونم. هیچ کدوم از ما چیزی نداریم. من هر شب گفت بانو رو دیگه. حالت خوبه؟ آره مادر، هیچ جای نگرانی نیست. منو از ترس نصف جون کردی، اون وقت میگه جای نگرانی نیست.
شام پدرت رو ول کردم رو آتیش بسوزه. مثل دیوونه ها تو خیابونا میدویدم و وقت تو اون وقت تو مثل شاهزاده خانم رو تخت نشستی. دختری یه بیه این برشه معصوم رو نزن. این دختر از فرشته های خداست. فرشته خودش انگوش نمای خلق کرده. بیا بریم مادر. Maybe we can get home before... شاید قبل از پدر به خانه رسیدیم. نه از اینجا پامو بیرون نمیذارم مگه اینکه قول بدی دیگه هیچ وقت به مصابیه نری. هرگز. همچون قولی نمیتونم بدم مادر. بانو ازم خواسته تا 15 روز هر روز به اونجا برم. به مادرت قول بده برنادت. این همه هیجان برات ضرر داره. مریض میشی. خیلی خوب. بهت قول میدم مادر. دیگه پامو به مصابیه نذارم. مگه اینکه خودت بهم اجازه بدی. خاطرت جمع باشه هیچ وقت همچی اجازهی بهت نمیدم. از این به بعد باید اینقدر کنج خونه بشینی تا عقلت سر جاش بیاد. بیا بریم. تو هم همینطور. از محبتهای شما متشکرم خانم. از شما هم همینطور. این قضیه رو چطور میبینی؟ اینجور چیزا عاقبت خوبی نداره. اما به عمرم چیزی و قشنگی صورت این دختر وقتی که تو مصابی از حال رفته بود ندیدم. من میدونم که تا آخر عمرم هم همچین چیزی نخواهم دید. What's the matter, my lamb? Come to mother, we'll sit by the fire. So beautiful. Just to think of it makes me there, feel... There, there, there. Girls of your age often see things that don't exist. But it passes. You must just put it out of your mind. You're a big girl now. Soon you'll be a woman. Marry a man and you'll have children. Just as I did. Life goes fast. My child. It's hard to believe how fast. اینجا سلامتی این دختر در خطره. با هیچ کس حرف نمیزنه. خواب نداره. به اندازه گنجشکم غذا نمیخوره. برنارد نمیتونی با خودت ببریش؟ از بس مردم منو به هم نشون دادن که این یارو پدر برنادت دیوونت زله شده. آخه من آسیابان محترم پدر این دخترم هستی. مثل اینکه تو هم یادت رفته مادر این دختری. این دختر به جز شما دو نفر پشت و پناهی تو دنیا نداره. شما باید تسلای خاطرش باشی. میخواید من فقط به فکر خودتی. برنادت دختر ساده دل و درستکاری. اصلا دروغگویی تو خمیرش نیست. واقعا این بانو رو میبینه. فقط خودشم میبینتش. شما به چه مناسبت فکر میکنین که خودتون برحقید و او برخطا؟ این بانو ممکنه یه موجود آسمانی باشه. موجودات آسمانی تو جای کثیفی مثل زباله‌دونی چیکار میکنه؟ مسیح هم تو طویله به دنیا اومد. چیزایی که برنادت تعریف میکنه خیلی عجیبه.
اما چون این بانو ازش خواسته تا 15 روز مرتب بره اونجا، باید بذاریم بره. ما حالا اجازه بدم بره ببینه. تو هم باید باهاش بری. تو حق نداری چشماتو ببندی و کارهای دخترتو یه جور دیوونه بازی حساب کنی که به تو مربوط نمیشه. این مسئله شوخی نیست. باید به فکر دخترت هم باش. وقت مردم چی میگن؟ اگه شما پشتش بیسین هیچی نمیگن. همه ی زنای فامیل باید پشتش بیسن. دلم میخواد کسی جلوی من بهش توهین کنه تا نشونش بدم. به این دلیل حالا که برای من مسلم شده که درخواست شما موجهه، تصمیم گرفتم طرح شما را همراه با توصیه نامه خودم برای وزیر کشور بفرستم. امضا بارون ماسی استاندار. به این ترتیب آقایون، همه میبینید که اعتراضات پیگیر شهردار به ثمر رسیده. حالا عالی ترین مقامات کشور در فکر کشیدن راه آهن به شهر لورد هستند. دختر سوبیره دوباره رفته به مساویه. حالا چیکار کنم قربان؟ فکر میکردم مادرش قدغن کرد، اما امروز مادرش هم باهاش رفت. همچین چیزی در وسط قرن 19 هم باور نکردنیه. این دختره پاک دیوونه است. یعنی دچار خیالات شده. علی جناب، پیشنهاد میکنم بدون فوت وقت اقدام کنید. اما آقایون، اگر من در مقام شهردار حتی موجودیت این دختره بپذیرم، اهمیت بیشتری به قضیه خواهم داد و روزنامه ها از این اهمیت چشم نخواهم پوشید. به هر حال این قضیه فقط به آقای دادستان مربوط میشه. نه، متاسفانه دولت در این مورد اختیاراتی نداره. این مسئله مربوط به سرکلانتر پلیسه. هنوز کسی قانون شکنی نکرده. این از وظایف پاسبان محله است. مصابیه جزء حوزه تو نه؟ بله قربان. پس بهش رسیدگی کن. یالا برگردین خونه هاتون، یالا. شنیدین چی گفتم؟ پراکنده بشین. نه خیر، انگار نه انگار. من دستم ها از پسشون برمیدونم. تو
برابر آبرومون به باد رفت. ببینید جسارت این میرزا بنویسه به کجا کشیده که دو جرأت کردن این مزخرفات چاپ کنن. حالا تمام فرانسه به ریشمون میخنده. اونم وقتی که قرار بود به لرد راهن بکشن. من به گوشی داده بودم نقشه ایسخرا میکشن. واقعا که مسخره است. فکر میکنی دولت دیگه چنین امتیازی بهمون میده؟ هرگز. حالا کی میاد به این شهر خراب شده که ارواح و شیاطین قارها و زبال دنیاشو تصرف کردن راه آهن بده؟ حقیقت مطلب اینه که سر و کار ما فقط یاوه‌گویی های یک دختر احمق و بی سر و پا نیست، بلکه تمام آینده این شهر در معرض خطر قرار گرفته. باید اقدام جدی به عمل آورد و به این دوز شرک ها خاتمه داد. چطوری؟ این دیگه بسته به تصمیم شما و آقای دادستان. مارلم این چرندیات خاتمه بدم، اما دستم بسته است. این دختر در نهایت صفا به خارج از شهر میره، اونجا فقط زانو میزنه، دعا میخونه و دوباره برمیگرده به منزل. آیا هیچ کدوم از این کارها برخلاف قانون آقایان؟ بله، چون اینجور کارها توهینه. توهین به مقدسات ملی محسوب میشه. جدن؟ خب بله، بدیهیه که ظهور مریم و مقدس در یک زباله‌دونی بوگندو در شأن اون فرشته آسمانی نیست. اشکال همینجاست، بردت مدعی دیدن مریم و مقدس نیست، این ادعای مردمه. این دختر میگه بانویی رو دیده، یک بانوی بسیار زیبا. دیدن یک بانوی خوشی رو که نمیشه نقض قوانین حساب کرد. بله، خوشبختانه اینطور نیست، وگرنه همه مردای فرانسه باید نصف عمرشون رو پشت میله‌های زندان میگذرونن. الان که وقت شوخی نیست آقای عزیز. ببخشید بروان، دکتر دازو میخواد شما رو ببینه. بهش بگو صبر کنه. صبر کن. دکتر دازو ممکنه به دردمون بخوره. چه بسا دکتر بعد از معاینه های دقیق این دخترک را دیوانه اعلام کنه. درسته. به دکتر بگو بیا تو. آقای دکتر خواهش میکنم بفرمایید. متشکرم. سلام دکتر. صبح بخیر آقایون. صبح بخیر. من خیلی متاسفم که جلسه‌تون رو قطع میکنم آقایون، اما تا به حال چند بار به قصد تحقیق به مصابیه رفتم. امروز هم برنادت رو معاینه کردم، فکر کردم ممکنه شما به گزارش من علاقه‌مند باشید. بله البته، چرا نمیفرمایید بفرمایید. عالی شد دکتر، به چه نتیجه‌ای رسیدید؟ راستش منم همزمان با مردم به غار رسیدم. دختر سوبی رو بلافاصله روی زمین روبروی یک صخره بزرگ زانو زد و شروع کرد به حرکات تواضع‌آمیز و پر احترام مذهبی. شما روی صخره چیزی ندیدید؟ خیر. بقیه مردم چطور؟ خیر. خب پس مردم بهش نخندیدن؟ نه خیر. در حرکاتش کیفیتی وجود داشت که مانع خنده میشد. وجد و شعف برنادت به قدری اصیل بود که بیننده احساس میکرد این بانو واقعا اونجاست. همینطور که همه ما محو تماشا شده بودیم، صورتش مثل مرمر سفید شد و پوستش طوری به صورتش چسبید که ساختمان جمجمش در ناحیه شقیقه ها به وضوح دیده می شد. من ابتدا فکر کردم علت این حالت ممکنه کمخونی مغزی باشه، اما وقتی نبضش رو گرفتم کاملا عادی بود. ضمناً در سلسله اعصابش هم هیچ گونه عیب و علتی دیده نمی شد. حتی باید بگم عکس العمل چشماش عادی بود. آیا با این موجود روی صخره صحبت هم میکرد؟ من که در کنارش ایستاده بودم دوبار شنیدم که از اعماق سینه‌اش اینو تکرار کرد. بله، بله، این صدا واقعا از اعماق وجودش در میاد. بدیهی بود که به انتقال پیام خاصی مأمور شده بود، چون چند لحظه بعد رو به جمعیت کرد و گفت برای گناهکاران دعا کنید. هر کس با موجودات موهوم حرف بزنه مغزش حتما معیوب. البته اینم امکان دیگه‌ای بود که من کاملا بررسیش کردم. برای آزمایش قوای ذهنیش از اون پرسیدم آیا میدونی من یه گناهکار چیه؟ اون بدون لحظه ای تردید جواب داد البته آقا، گناهکار کسیه که عاشق شده باشه. این پاسخ بسیار زیرکانه است. نکته اغنا کنندش این بود که گفت عاشق، نه عامل. راستش بعد از این پاسخ اعلام هجر یا کمرقی این دختر دیگه امکان ندارد. از حتما کلاه برداره. هیچ گونه دلیل موجهی برای این فرض وجود ندارد. بنابراین باید نتیجه گرفت شما هم به حلقه معتقدان این معجزه پیوستید، درسته؟ من یک نفر طبیبم. حرفه من خدمت به علم، عضو چند
انجمن علمی هم هستم. از جواب این دخترم کاملا اقناع شدم. اگه گزارش شما رو درست فهمیده باشم دکتر، مطلب از این قراره که از نظر علمی نه کلاهبرداری در کار، نه اختلالات ذهنی، نه بقای معجزه آمیز. پس اجازه بدید از علم بپرسم چه چیزی باقی میمونه؟ من جوابی برای این سوال ندارم. اگر کلیسا جلوشو بگیره مردم ما رو سردنش نمی کنن. دقیقاً، ما میتونیم با خیال راحت لم بدیم و با هر دو طرف هم دردی کنیم. این عاقلانه‌ترین کاریه که از دولت فرق میاد. آلی جناب تشریف دارم. بله قربان، بفرمایید. ها بفرمایید. سلام به خیر پدر روحانی. سلام به خیر. سلام بر پدر روحانی. گمون کنم دختر سوویرو شما رو به اینجا کشونده. I want you to know that the church attributes no religious significance whatsoever to the so-called visions of Masabiel. Sit down. I'm very glad to hear that, Father. پس شما حاضرید با این دختر صحبت کنید؟ خیلی خیلی. این قضیه به من مربوط نیست. رسیدگی به این مسئله وظیفه مقام ما به همکاری شما امیدوار بودیم. منم مزایقه نمی کنم. بفرمایید. من به همه افراد کلیسا دستور دادم پا به اون غار نگذارن و نسبت به این قضیه کاملا بی‌اطلاع باشن. اما آخه عالی جناب، شما نفوذ وسیعی روی مردم این شهر دارید. یعنی الان وقتش نیست مردم راه نمایی کنید؟ من به هیچ وجه قصد ندارم به اهمیت این حالت اضافه. پس شما دولت ناچار میکنید به قانونی متوسل بشه که مطابق اون کلیسا حق نداره بدون اجازه رسمی وزیر حاکم شهر پرستشگاه جدیدی تأسیس بکنه، درسته؟ کلیسا پرستشگاه جدیدی باز نکرده. این عملیات کفرآمیزی که هر روز در مساوی انجام میگیره مورد موافقت کلیسا نیست. آیم پس چطور میتونید دست رو دست بذارید و شاهد این مراسم کافرانه باشید؟ از قرار معلوم اونا یک میز آشپزخونه رو تبدیل به محراب کردن و اونجا دعا میخونن. بله، در یک منجلاب بوجندو به درگاه خداوند دعا میکنن. آقایان، دعا خواندن هر کجا که انجام بگیره کار خوبیه. بله بله. خب بهتر راه بیفتیم. متشکرم پدر. از خداوند براتون آرزوی توفیق. خدا نگهدار. خدا حافظ پدرم. عجب روباه مکاریه. با موافقتی که با ما کرد تمام بار این مسئله رو گذاشت روی دوش خودمون. بدبختانه پیروان این دختر همشون اهالی شهر خودمونن و رنجوندنشون اجالتا به نفع ما نیست، به خصوص اینکه انتخابات به زودی شروع میشه. بعد اونا رو برنجنیم، چرا قضیه رو به مقامات عالی‌تر ارجاع نمیدیم؟ بسیار پیشنهاد خوبیه. من فورا به آقای استاندار اطلاع خواهم داد. I consider it purely a local problem to be solved by local authorities, and I do not wish to be involved in any way whatsoever. Settle it without delay. The method I leave entirely in the capable hands of you and your associates. Signed, Baron Massey, Prefect. There he sits, like a general, safely out of the range of fire, and orders a handful of men without any weapons to wipe out an impregnable fortress. Our capable hands. They're only capable when there's a ticklish job to be done. To think that one stupid girl could cause all this trouble. Only because there are millions of others just as stupid as she is. What can you expect from a peasantry fed on religious dogmas and nurtured on superstitious nonsense? I firmly believe that this girl and what she stands for is a menace to civilization. The girl is dangerous, I admit, but she's a religious fanatic. And every time religious fanaticism steps forward, mankind moves backward. And that is why I will fight this vigorously, and I'll resort to any measures to defeat it. I don't know much about higher politics, but I do know a lot about burglars and thieves and scamps of all kinds. I know how to scare them and apply pressure. I promise you that if you give me 5 minutes for this girl, she'll never go near the grotto again. Try it, by all means. Try anything. I was thinking of somewhat the same procedure, however, not quite so crude.
There's something about the title Imperial Prosecutor that makes people quake. Without so much as raising my voice, I am confident that... You can't handle people like this with silk gloves and fancy words. We shall see. Send for two of your policemen. چیزی بهش نگفت، فقط بگو برنادت هم برای چند نفر آقا به شهرداری رفته. چرا بازداشتش کردین؟ هر کار قانون دخالت نکنید. بیگانه میساریمونو به راه حق بلنید. مرگشت ده کشته بشه، برنادتو بازداشت کردن، درمونو میبرن. آی غیر ممکنه، نزارین برنادتو ببرن. بی خود جادویی را نکنید، برو کنار، همه تون برید کنار، حجولی نکنید، با همه تونم برید کنار. تو میدونی من کی هستم؟ البته قربان، شما آقای دادستان هستید؟ این عنوان معناش اینه که خود حضرت امپراتور منو منصوب کردن و به من اختیار داده هر فردی رو که علیه منافع این جامعه شیادی کنه به مجازات برسونم. حالا از موقعیت من آگاه شدی دختر؟ بله قربان، شما هم تقریبا مثل آقای ژاکومه هستید. خیلی مهمتر از اون، من موافق ژاکومه هستم. ژاکومه جنایتکارا و کلاهبردارا رو دستگیر میکنه، من اونها رو به زندان میفرستم. خب حالا که فهمیدی من کی هستم و از حیطه اهمیت و قدرتم مطلع شدی، ازت میخوام که هرگز پا به مصابیه نگذاری، باشه؟ اما من ناچارم آقا، خود بانو از من تقاضا کرده. بازم که از بانو حرف زدی. برادر قبول میکنی که خیلی کودنی و در واقع بدترین شاگرد کلاس هستی؟ بله درسته قربان، من خیلی احمقم. پس وقتی مردم فهمیده بهت میگن این بانو فقط در اوهام تو وجود داره، حرفشون رو قبول کن. تو دوچار خیالات شدی. من هم دفعه اول که بانو رو دیدم خیال کردم فقط یه رویاست. آفرین، پس زیادم احمق نیستی. اما فقط یه بار میشه رویا رو واقعی پنداشت، نه شیش بار. Isn't it strange that until your first visit to Massabielle... ولی دیدارت از مصابیه خانواده تو در فلاکت به سر می بردند. حالا مادرت در استخدام یک خانواده ثروتمنده و پدرت هم کار دائمی گیر آورده. پیروانت هم که خونتون رو پر از اقضیه و البسه کردن. خب حالا اگه دادگاه اعلام بکنه که تو با این بانو دکان برای خودت باز کردی، ممکنه خیلی برات گران تموم بشه. من تا حالا هیچ چیز از مردم قبول نکردم، چون میدونم بانو خوشش نمیاد. ببین دختر چون، من فقط میخوام کمکت کنم. روشش اشتباس، با این ترکیب به جایی نمیرسه. انتظار ندارم از حرف خودت برگردی، بلکه صرفا ازت میخوام قول بده که نصیحت منو گوش بکنی. اگه بتونم این کارو میکنم. آفرین. Put your hand in mine and promise me that you will not go to the grotto again. بذار باید یادآوری کنم که من دادستان هستم. میدونم آقا، قبلنم به هم گفتید. خب پس خوب گوش کن برنادت. تو همین اتاق مجاور آقای ژاکومه نشسته. ایشان ظالم و بیرحمن و به علاوه معتقدن که با همه باید مثل جانی ها رفتار کرد. اگه با من رانه ای، ناچارم تو را به دست اون بسپرم و بهت اطمینان میدم که اون ادبت میکنه. چنان پوستی از سرت خواهد کند که خودتم حس بکنی. اگر منطقی رفتار بکنی، مطمئنن خود من از گناهت خواهم گذشت. خب حالا جواب آخرت چیه؟ جوابم عوض نشده. من باید سر قول خودم به بانو بیستم. بسیار خوب، من دیگه خسته شدم. حالا که تصمیم به نابودی خودت گرفتی، باشه تا این تو. چشم قربان. اسمت چیه؟ شما که اسم منو میدونین آقا. اسمت چیه؟ برنادت سوبیرو. پیش از ادامه کار باید بهت بگم هرچی بگی صد خواهد شد. به این کاغذ میگن اقرارنامه. این اقرارنامه به خدمت فرماندار فرستاده میشه. به علاوه آقای استرادم شاهد ماست، بنابراین مواظب حرفات باش. خب این بانویی که میبینی اصلا کیه؟
چه کار است؟ نمیدونم آقا. چه لباسی میپوشه؟ یه روسری سفید با یه شال آبی. روی پاهاشم گل میذاره. مثل مجسمه های کلیسا شق و رق میسته؟ نه خیر، رفتارش کاملا طبیعیه. دائم حرکت میکنه و با هم حرف میزنه، به مردم سلام میده و بهشون لبخند میزنه. پدر مادرت هم این داستانو باور میکنن؟ نه آقا، گمون نمیکنم باور کنن. اون وقت انتظار داری که من داستانو باور کنم؟ اگر این بانوی تو واقعی بود، آیا بقیه مردم هم نمیدیدنش؟ نمیدونم چرا نمیبیننش، ولی بانو اونجاست. خوب توجه کن، حالا جوابهایی که به هم دادی برات میخونم تا تو صحتشو تایید بکنیم. برنادت سوبیرو اعلام میکند که بانو روسری آبی سرشه و شال سفید دوره گردنش. نه، روسری سفید و شال آبی. داری زد و نقیز میگی، اول گفتی روسری آبی و شال سفید. حتما شما موقع نوشتن اشتباه کردین. برنادت سوبیرو میگوید بانو شبیه به مجسمه مریم مقدس در کلیسای شهر است. نه اینطور نیست، بانوی من هیچ ارتباطی به مریم مقدس در کلیسا نداره. کافیه، حالا فقط اعتراف کامل میتونه نجاتت بده. باید اسم افرادی رو که با بانو دست به یکی‌اند به من بگی. دروغم نگو، چون من همشونو میشناسم. من منظور شما رو نمیفهمم آقا. پس روشن‌تر میگم، یه مشیات شیرت کردن که این حرفای نفرت انگیز رو بزنیم. اونا با استفاده از حماقت تو بهت یاد دادن که مثل توتی حرفاشونو تکرار بکنیم. حالا بگو ببینم این مردم کیان؟ مگه شما یه لحظه پیش نگفتین همشونو میشناسین؟ افراد من بیرون ایستادن و منتظر دستور منن که به زندان ببرنت. اما اگه در حضور این شاهد به من قول بدی که دیگه پاتو به ما سبیه نداری. نه، من باید سر قول خودم به بانو بیستم. میخوای پاسبانا رو صدا کنم؟ میل شماست، من که زورم بهشون نمیرسه. علاوه بر این مادر و پدرت هم به زندان میندازم، اون وقت خواهر و برادرت از گرسنگی نمیرن. بیا تو، اومدی اینجا چه کار کنی؟ دخترمو میخوام، فقط دخترمو به این پس بده. گوش کن سویرو، این قارنشینی و وحشی بازی باید متوقف بشه، من دیگه تحملش نمی کنم. خدای خودت کمک کن سرکرانتر، همینو میخوام. این وضع خانواده من رو نابود میکنه. دختر تو هنوز صغیره، مسئولیتش به عهده توست. قدغن کن که به جز مدرسه به هیچ جای دیگه نره. اگه اطاعت نکرد تو خونه حبسش بکن، و الا خودم همتون یه جا حبس میکنم. حالا برو پی کارت. خدا به دادت برسه اگه ناچار بشم دوباره احضارت بکنم. خب قربان، نظر شما در این مورد چیه؟ به نظر من تو بسیار بسیار شانس آوردی که پدرش در اون لحظه وارد اتاق شد. ممنوعیت مقامات دولتی از رفتن این دختر به مساویه باعث شده پیش همکلاسیاش اهمیت بیشتری پیدا کنه. واقعا باعث تأسف. حالا بچه‌ها همش با هم دیگه پچ پچ میکنن. من امیدوار بودم که با اجازه شما باشون حرف بزنم. نه، اسقف به ما توصیه کرده قبول کنیم، حق با اوست. دختری که تو شهر اونیون پیدا شده بود، یادته؟ همون رستمی. اونم مدعی بود مریم مقدس رو دیده. کشیش شهر اونیون صبور و بسیار فهیم بود. به این دلیل مردم رفتار اسقف رو حمله بر تایید کردن و بعد که مچ اون دختر کلاهبردار باز شد، مردم کلیسا رو شریک جرم اون به حساب آوردن. بعدش بلافاصله کفر و تهمت رواج پیدا کرد و همه علیه کلیسا سنگر گرفتن. نباید گذاشون اتفاق اینجا تکرار بشه. نقشه‌ای که من دارم کوچکترین ربطی به تایید یا تصویب نداره. من تصمیم گرفتم از این دختر سرمشق خوبی در کلاس بسازم. با مسخره کردنش؟ بله پدر. بهت اجازه میدم امتحانش کنی. خداحافظ خواهر. خداحافظ پدر روحانی. متشکرم.
چشماشو هم نمیذاره. Night after night. بچه نازنین، چه بلایی سر تو برده؟ با هم حرف بزن. اگه به مساوی نرم و بانو رو نبینم حتما میمیرم. مطمئن باش میبینیش. بذار خواهر روحانی هرچی دلش میخواد بگی. تو هر وقت دلت خواست به مساوی برو، هیچ کس هم مزاحمت نمیشه. اگه خواستن منو به زندان بندازن بندازن، حرفی ندارم. مادر، get yourself here. خدا کنه این روزنامه به دست باران ماسی هم برسه. از شماره قبل تا حالا لحنشون خیلی عوض شده، مگه نه؟ گوش کنید، باید از مقامات شهر لور تجدیل به عمل آورد که توانستن به این نمایش های نفرت انگیز خاتمه بدن. ولی من به دلم برات شده فردا دوباره شروع به انتقاد میکنم. چطور؟ آخه به چه دلیل؟ چون شما مو میمیرید و من پیچش مو، آقای شهردار. مخصوصا وقتی که روی این صندلی به خصوص میشینم. بهشون گفته بودم آقای شکومن، همشون به زندان حبسشون کنید. من ناچارم ظرف 10 دقیقه آزادشون کنم و هر دمون مسکه خواهیم شد، مگه نه؟ باید قانونی برای توقیفشون وجود داشته باشه. سرکلاش، میدونم میدونم مردم دارن میرن مساویه، لازم نیست تو هم بهم بگی. کور که نیستم، خودم میبینم. اما اونا به مساویه نمیرن. نمیرن؟ قبلا اونجا بودن، ساعت 5 صبح اونجا رفته بودن، حالا دارن به دیدن حضرت کشیش میرن. حضرت کشیش؟ بله، دختره میگه برای حضرت کشیش پیغامی داره. قربان حالی شد، گویا خدایان عاقبت به کمکمون آمدن. آقایان، ممکنه مقامات کلیسا ناچاشن برخلاف میل باطنیشون در برابر این دختر احمق بیستن. معذرت میخوام عالی جناب. از من چی میخوای و تو کی هستی؟ برنادت سوبیرو. آها، پس تو همون نخاله‌ای هستی که اسمش ورد زبون همه احمقای فرانسه است. آیا ملازمان و فدایات همیشه در معیت هستن؟ اگه احدی از این جمعیت وارد باغچه من بشه دستور میدم دستگیرش کنن. خب دیگه حرف بزن، از من چی میخوای؟ بانو به من گفته. کدوم بانو؟ همون بانوی مصابیه. من نمیشناسمش. همون بانوی زیبایی که همیشه به دیدن من. اونم از اهالی این شهره؟ نه عالی جناب. اسمش ازش پرسیدی؟ بله، اما جواب این سوالو نمیده. نکنه این بانو کرولاله؟ او نه، با من حرف میزنه. چی بهت میگه؟ همین امروز بهم گفت برو پیش کشیشا و بهشون بگو نمازخونه رو باید اینجا بسازن. کشیشا؟ کشیشا دیگه چی هستن؟ مثل اینکه این بانوی تو یک کافره به تمام معناست. فقط وحشی ها کشیش دارن. ما کاتولیک ها هر کدام لقب یا عنوان مخصوص داریم. اما بانو گفت کشیش. خب، پس تو عوضی اومدی. به هر حال تو برای ساختن نمازخونه پولی داری؟ آه نه، من هیچی ندارم. پس برو به بانوت بگو که اگه نمازخونه دلش میخواد باید اول پولش رو تهیه بکنه. چشم عالی جناب. در ذهن بهش بگو که به نظر عالی جناب این شهر در خور هیچ بانوی نیست که پا به رهن رو صخره ها بره و یک مش آدم بی سر و پا رو با پیغام میبر اونور بفرسته. یک مسئله دیگه، تقاضا میکنم به هیچ عنوان دیگه مزاحم من نشی. خوب عالیت شد؟ چشم عالی جناب. همه چیزو ببین. یک دقیقه صبر کن. اینجا رو میبینی؟ بله عالی جناب. پس گوشاتو خوب باز کن. If you dare to annoy me ever again, I'll take this broom and with my own hands I'll...
Come in. I forgot something, Your Reverence. The lady also said, let processions come hither. Processions, eh? And do you think tomorrow would be soon enough for your lady? Oh, yes, I'm sure she would be delighted. Now that I've given you the messages, I'll... One moment. I'll decide when you're to go. Derwent. دلم میخواد از طرف من پیغامی به بانو بدی. به نظر تو این بانو موجود فوق‌العاده ایه مگه نه؟ بله عالی جناب. پس باید دید تا چه حد فوق‌العاده است. من شنیدم که در غار مساویه یک بوته گل سرخ وحشی وجود داره. درسته؟ بله. درست زیر همون نقطه‌ای که بانو می‌ایسته. بسیار خوب. میخوام به بانو اینو بگیم. من مایلم بانو یک معجزه کوچک انجام بده. مایلم بانو بوته گل سرخ رو شکوفا بکنه. الان. یعنی در آخرین هفته ماه فوریه. فهمیدی چی گفتم؟ بله عالی جناب. پس حرفای منو تکرار کن. عالی جناب، این شهر مایله که بانوی معجزه کوچک انجام بده. ایشون مایله که بانو بوته گل سرخ و شکوفا کنه الان، یعنی در آخرین هفته ماه فوریه. درست گفتم؟ بله. به بانو میگم خداحافظ عالی جناب. Gentlemen, I'm off to see the miracle. Bring me back a dozen roses, will you please? I rather think I'll bring you back 100 dozen disillusioned people. Deneen said no definite time. Why do you assume that today's the day? We don't. Our followers did that. It shall be on Thursday, they said. Why Thursday? Because someone who had nothing better to do figured out that she first saw the lady on a Thursday. The lady returned to her on a Thursday, so naturally the bud shall burst on a Thursday. Buds or no buds, you will never destroy that girl's faith. Can you say the same of the crowd? Wouldn't we be surprised if the bush did bloom today? Don't underestimate the Dean of Lourdes. Who is the best authority on roses in this district? Peramal. The weather too, for that matter. Do you mean that you think the dean... I merely think it is singularly strange that Peramal, of all people, picks a rose bush of all things to demonstrate a miracle. Why didn't he ask the lady to make the rock into a white horse or change the river water into wine? خبری هم نخواهد شد. ساکن شما نکنید. من که گفتم انتظار بیفاید است. این بوده محال گل بکن. سر صدا نکن. خیلی خوب، اما حالا معلوم میشه از این خبران نیست.
من که چیزی نمیبینم، تو چطور؟ spring. از آبش بخور و به صورتت بزن. نه رودخونه، نه رودخونه، نه چشمه اونجاست. از گیاهان بخور. گیاهان بخورم. What's he doing now? Drink of the spring and wash there. To the spring, drink of the water and wash myself. مثل خوک با دماغش بو میکشه. آره با این کارا زمین خدا رو خراب میکنه. صورتمو بابی چشمه بشه. اینجا چشمه نیست بجنده. چرا هست؟ هست. بانو به هم گفته. بیا. اهالی شهر. بالاخره خود شما چیزی رو که ما مقامات شهر از اولم میدونستیم با چشم خودتون دیدین. داستان تجلی مریم مقدس ساخته و پرداخته یک ذهن بیمار و اهریمنیه. این دختر ابله شما رو فریب داده. حالا ازتون خواهش میکنم به خونه هاتون برگردین و هرگز به اینجا پا نذارین. غمگین نباش آنتوان، من که بهت گفتم نباید امیدوار بود. من میدونستم شکوفه نمیده. باید یاد بگیری از خدا توقعی نداشته باشی. اون وقت اگه خدا چیزی بهت نده بی خود مایوس نمیشی. ساکت شو، برو پی کاره، تنها بذار. از همون بچگی به همون میگن که مریم مقدس مهربان و رحیمه. آیا همین از سایه به این دخترک مهربانی کرد؟ آیا با من عادل بود؟ من بوریت بهترین سنگتراش شهر لورد. هیچ وقت اون روز فراموش نمی کن.
اون روز داشتم برای یه کلیسا مجسمه می‌ساختم. یه دفعه یه تیکه سنگ زیر تیشم پرید تو چشمم. همون یه تیکه سنگ کلک من سنگ تراشو کند. مریم مقدس اجر من اینجوری بهم داد با پرت کردن سنگ تو چشمم. از اون روز به بعد مثل اینه که از پشت یک کاسه شیر به دنیا نگاه میکنم. چشمم بینا شده، از خاک غار بهش بالیدم و بینا شدم، معجزه شده. آروم باش، اینجور در قضاوت اجرا نکن بوریت. فردا سر ساعت 2 خانم بلان، بیا اینجا. چشم. بشین. چشم آقای دکتر. چشم تو به سخت بدوز و مستقیم نگاش کن. چشم دکتر. فقط یه کمی از گل غار روشون مانده. ساکت باش. اون وقت دعا خوندم و چشمان بینا شد. اون باش. معجزه است دکتر. معجزه. آروم باش. چشمت هیچ فرقی نکرده بوریت. رو قرنیه هنوز 4 تا زخم دیده میشه. درست مثل 6 ماه پیش. اما حالا میبینم. عین این بود که آسمون صاعقه زده باشه. معذرت میخوام. دکتر همه چیز روشن شده. فکر میکنم علتش اینه که یه قدری به چشمات فشار آوردی. اعصاب باصرت خود به خود تحریک شدن. حالا اشیا رو موقتا روشن‌تر میبینی، اما این حالت کاملا موقتیه. به اون تابلو نگاه کن. با چشم چپت میتونی بخونیش؟ نه دکتر نمیتونم. با چشم راست چطور؟ نه نمیتونم. نایت مووی. با هر دو چشم چطور؟ نمیبینم دکتر. حالا دیدی؟ آخه دکتر من از اولش هم سواد نداشتم، اما چشمم میبینه، همه چیزو میبینم، همه چیزو میبینم. معجزه است. فردا وقتی آرومتر شدی برگرد بوریت. باشه حرفی ندارم، اما معجزه است. این معجزه است. معجزه. حالا همه چیزو میفهمم. از همون روزی که سنگ به چشمم پرید، مریم مقدس سعی کرده راهی برای جبرانش پیدا کنه و بالاخره هم پیدا کرد. ملات بده. حالا واقعا بهتر میبینی بوریت؟ حالا همه چیزو میبینم. Louise Subiru. She has always saved him before. She's not at home. I can't find her. It's too late.
Mary as of the only begotten of the Father. It's better so. You don't want your child to drag himself through life a hopeless cripple. I want my child to live. No! No! Drosin! Drosin! یه نفر داره میاد. کیه؟ روازی. من تو چیزی نمیدونم. روازی. دیوونگی نکن. داری چیکار میکنی؟ روازی عاقل باش. راحتم بذار. اگه دیوونه شدی. خدایا بچه یه معصوم منو هم پس بده. No question of innovation. I can find no reason to doubt the presence of muscular substance. What does that mean, Doctor? That means that yesterday the baby's legs were completely paralyzed, and today they're as sound as yours. I'm sure you can understand now my anxiety for confirmation of my findings. You're positive there's not a possibility of error in your previous diagnosis. August 25th. High temperature, violent convulsions, complete paralysis of the legs. Couldn't we assume a mere atrophy due to rickets? I couldn't. Then the water at Masebio must contain an unknown and powerful therapeutic substance. At any rate, I must report on this case to the medical journals. I'd hesitate to do that. It might make you an object of ridicule. It won't be an easy thing to write. I'm not accustomed to believing things I can't see. What about you, Father? You've been very silent. What do you make of all this? راستش آقایون، خلاف دکتران روحانیون به خیلی از چیزهای نادیدنی اعتقاد دارن. من قبول میکنم که باور کردنش خیلی دشواره، اما دیشب که به اینجا اومدم همه چیز سخت تیره بود، ولی حالا فضا روشنتر شده. روز بخیر آقای. His legs like dish rags. Now they're firm and strong. And without Bernadette, it couldn't have been. Let me say a prayer by her bedside. Heavenly Father, no. Save your prayers for Mass. Now go home to your wife, Charles. Tonight you will all have dinner with us. We will have an omelette 10 feet wide. Mama. Good morning, Papa. Good morning, Bernadette. Good morning, Bernadette. Cold water, and all of a sudden the baby began to cry. Not a weak, sickly cry, but a healthy one.
And both doctors agree a great change took place. They confess they can't understand it. It's left them wondering. What do you think of it, Father? I, too, am wondering. And you know the baby was never strong enough to cry before. Then, on the way home, the child went to sleep in his mother's arms. When he woke up, he was smiling and hungry. Things began to stir. He was moving his legs. Almost since he was born, his legs were as if they had no muscles. The doctors couldn't move them. Yes, Commissioner. Sunrise, that whole hillside will look like a sugarloaf crawling with ants. Oh, it won't be so bad after tomorrow. Why? Well, she said the lady only asked her to come for 15 times. Tomorrow makes 15. But this is no longer a curiosity. It's a disease. This card will come whether she's here or not. Where do you think you're going? No place, Monsieur. What have you got in that basket? Commissioner, my wife is very sick. Have you got your wife in the basket? No, Monsieur. Let's see. Oh, Monsieur, I thought maybe I could sell some hot chestnuts and some wine. There we are. Now it's the harvest. Pretty soon they'll be selling sausages. You want sausage? I've got sausage, too. Go. Move. ازش نپرسیدی؟ صد دفعه بهت گفتم اسمشو بپرس. دیگه خیلی دیر شده. ازش پرسیدم همین امروز. خب یه چیزی گفت که من اصلا نفهمیدم. حرف بزن، اسمش چی بود؟ فراموش نکردی که ها؟ نه، چند بار تکرارش کردم که یادم نره. بانو گفت من لقاه مطهر هستم. لقاه مطهر؟ Immaculate Conception. معنی این لغات رو میدونی؟ میفهمی من لقاه مطهر هستم یعنی چه؟ نترس فرزندم، نترس. من دنبالت فرستادم که کمکت کنم. نمیخوام بترسونمت. خب. نه عالی جناب. من معنی این لغات رو نمیدونم. آیا معنی کلمه مطهر رو میدونی؟ Yes, I know that. مطهر یعنی پاک و پاکیزه. بسیار خوب. و لقا؟ خیلی خوب، فعلا از لقا میگذاریم. تو میدونی منظور ما از گناه نخستین چیه؟ بله، گناه نخستین همون گناهیه که آدم و حوا با پیمان شکنی و سربیچی از فرامین خداوند مرتکب شدن.
این مطالب رو پدر پومیان یادت داده نه؟ خب حالا به ذهنت فشار بیار. آیا پدر پومیان درباره لقای متحرم باهات صحبت کرده؟ نه پدر، من در این باره هرگز بهش چیزی نگفتم. پس به برنامه درسی دوره مقدماتی تعلق نداره. شاید خواهر دوزو تدریسش کرده باشه. مطمئنم که اینطور نیست. با این حال تو این اصطلاح رو حتما یک جایی شنیدی. سعی کن یادت بیاد. شاید یه جایی شنیده باشم، اما یادم نمیاد. خیلی خوب، پس بذار برات توضیح بدم. The most blessed Virgin Mary was preserved free from all stain of original sin, even from the first instant of her presence in her mother's womb. God did this for her because she was to be the mother of Jesus Christ. The most singular privilege of grace. Do you understand that, Bernadette? No, Your Reverence. Why should you? Great scholars have racked their brains about it for centuries. But perhaps you can grasp this one thing. If the Most Blessed Virgin were to speak, she could not say of herself, I am the Immaculate Conception. All she could say would be, I am the fruit of the Immaculate Conception. Birth and conception are events, but a person is not an event. You can't say, I am conception, I am birth. Consequently, your lady is guilty of an inexcusable blunder. You must admit that. So next time I see her, I will tell her, Your Reverence. Excuse me, Father. I promised to look in on Madame Sinax. Certainly. Goodbye, Bernadette. Goodbye, Father. What am I to do with you, Bernadette? Your eyes seem honest, your words sincere. Yet I cannot believe you. Today, less than ever. As your confessor, I beseech you, renounce this falsehood. Confess that your mother, or your father, or your aunt, or someone suggested that phrase that you might become important in men's eyes. But I can't confess that. It isn't true. No one suggested anything to me. Have you ever thought about your life and what your future would be like? Like the future of all the girls hereabout. After First Communion, girls may indulge in proper pleasures. They go to dances at the festivals, meet young men. And after a time, please God, they marry and have children. Wouldn't you like to be such a girl? Oh, yes. I'd like to go to dances. Have a husband someday. Then wake up! Now! Otherwise, life is at an end for you. You are playing with fire, Bernadette. Commissioner. Yeah? That spring at the grotto, the people are drinking quite a bit of that water, aren't they? By the bucketful. What they don't drink, they carry away in pots and pans and bottles. That's good. Well, they're still at it. You thought it was bad before. You ought to take a look at it now. Sick, lame, canes, crutches. Some of them even look like lepers. Listen to this, Commissioner. December 22nd, 1789. All waters contained in springs, wells, streams, rivers, or any other source whatsoever shall not be consumed by anyone whosoever until the aforementioned waters have been thoroughly analyzed by a registered chemist. That's perfect. You know, I had a feeling that somewhere in all these books I'd find one old law that'd suit our purpose. Shall I send my men out to close the grotto now? No, not so fast, Commissioner. First, we'll take this to the mayor, and he will issue a proclamation.
Come in. Ah, come in, gentlemen. Thank you. I have good news, Monsieur le Maire. The Holocaust will spread no more. I have found a way to stop it. Our troubles are over. And ironically enough, it's the waters of Massabielle that will quench this fire. It's an old law, 1789. Look there, read it. In the interest of public health. Of course, for such an important analysis, we'll have to have the opinions of many chemists. And that might take months and months and months. I wonder if we're not being a little too hasty in this. Perhaps we're short-sighted in dismissing the possibility of divine power in regard to Massabielle. For after all, I'm sure that you gentlemen, as well as I, do not want to oppose the will of God. Your sudden religious fervor is most touching, Your Honor. Could it be prompted by the fact that the devout masses have brought with them a wave of prosperity to Lourdes? Monsieur. But now that you mention it, we shouldn't overlook that either. Our hotels are filled, our cafes are crowded, and our shopkeepers have never known such business. And the railroad is sure to take advantage of this influx of visitors to Lourdes and extend its line here to Lourdes. Yes, yes, and in that case we shall need more hotels. But aside from all that, I'm thinking mainly of the thousands of pilgrims who come here daily with hope in their hearts. If they derive any benefit from the water, Massabielle, who are we to deprive them of it? Then to think of the vast number who cannot come to Lourdes. For them we could bottle the miraculous water, and it could be sold at a nominal fee all over the world. Your Honor, will you dictate the proclamation to close the grotto, or would you rather that I contact Baron Massy and ask for permission to do it myself? Very well, I'll do it. But I think you gentlemen are making a big mistake. Now, why not think it over for a time? Courage, take a proclamation. نه، بالاخره این مرض رو ریشه‌کن کردی. نه سر کلانتر، برای ریشه‌کن کردن این مرض باید علتش نابود. من دستور دادم شبانه روز از مصابیه مراقبت بکنم. خاطرتون جمع باشه. خاطر من از بابت مصابیه جمعه، اما چون این بانو از کله پر اوهام برنادت زاییده شده، ممکنه جای دیگه هم سبز بشه. مثلا لب رودخونه یا تو آلونک خود دخترک و یا حتی رو پله ساختمان شهرداری. نه، حالا باید دور خیالات برنادت دیوار بکشیم و راستی تو قبلا اسم دکتر دوباره شنیدی؟ بله. من توی نام ازش خواهش کردم چند روزی بیاد به این شهر. چطوره؟ Just a moment. دنبال من بیا. آقای دادستان میخواد تو رو ببینه. حق نداری ببری. هیچ خلافی نکردی. بیا بریم. باهاش برم مادر، نگران نباشی. برمیگردم. آخه چرا اینقدر عذابش میدی؟ طفلک خسته و مریضه. راحتش بذارین. فضلی نکن. من همیشه در صحت و اعتبار معاینات دکتر دوزو از دخترک شک داشتم. فراموش نکنید که دکتر دوزو پزشک عمومیه. پیشرفت‌های روانشناسی به قدری سریع بودن که فقط افراد متخصص صلاحیت اظهار نظر دارن. آیا خود شما فکر میکنید که این دختر دیوانه است؟ دکتر عزیز، من همیشه به علم تو به احترام گذاشته و میگذارم. به این دلیل در مقام یک فرد غیر متخصص صلاحیت اظهار نظر ندارم. من حاضر معتقدم حقایق عریان این قضیه به قدر کافی رسا و گویا هستند.
این دختره چندین روز در مقابل صخره‌های مصابی زانو میزد و با مریم مقدس گفتگو میکرد. این گونه اوهام عوارض همیشگی اختلالات روانی هستند. در بیمارستان خود من بیماران متعددی مدعی دیدن این قبیل اشباح هستند. اغلب این بیمارها به خشونت تمایل شدیدی دارند. Has this girl been allowed to come and go as she pleases? والا من قصد داشتم توقیفش کنم، اما همونطور که گفتم اظهارات دکتر دوزو این قدرت را از من سلب کرد. امیدوارم که معاینات شما سرسری انجام نگیره. دقیق‌ترین معاینات ممکن را از این دختر میکنم. شاید لازم بشه چند روز تحت مراقبت بگیریمش. و متاسفانه بروز بحران‌های روانی ممکنه مدت درازی طول بکشه. فراموش نکنید که روانشناس جراح شکسته بند نیست که بتونه استخوان شکسته ای رو فوراً جا بندازه. بله، کاملا میفهمم. بیا تو. Eyes closed. حالا اون یکی پا. چرا اینقدر می‌لرزی؟ چون خیلی خستم آقا. خیلی خوب. حالا میتونی بنشینی. در روز چند ساعت وجود داره؟ 24 ساعت. در هفته چند روز وجود داره؟ 7 روز. 5 ضرب در 7 چند میشه؟ 35. 17 ضرب در 18 چند میشه؟ این یکیو نمیدونم آقا. بسیار خوب. اگه خود شما قبلا حساب نکرده بودین جواب این سوالو میدونستین؟ عجله نکن دوشو. نگران نباشی، راست میره خونه، میریم از اونجا برش میداریم دکتر. بفرمایید، رسیدیم. برادر پرمیر، آیا افتخار صحبت با عالی جناب لورد نصیب من شده؟ بله، چنین افتخاری نصیبتون شده. چیکار دارید؟ بهتر نیست در جای دیگه با هم دیگه بحث کنیم آقایون؟ خود شما این مکان را انتخاب کردید آقایون، نه من. اینجا چیکار میکنید؟ من از طرف بخش پژوهشی بهداری استان به اینجا اومدم. در رفتار دختری به نام برنادت علائم آشکاری از اختلالات روانی دیده شده و باید تحت نظر گرفته بشه. من پروفسور روانشناسی و اعصابشناسی در بیمارستان تا. اگه دخترک به میل خودش به این معاینات رضایت نده، علیرغم میل باطنیمون، ناچار خواهیم بود به قانون سال 1838 متوسل بشیم. علی جناب، تا به حال آدمهایی به ریاکاری و دغل بازی شما ها ندیده بودم. بهتون هشدار میدم، من مچ شما ها رو باز میکنم و چنان جنجالی در فرانسه به پا خواهم کرد که همه جوجه سیاستمدارها از مسندشون سرنگون بشن. بیا اینجا برندت. من این دختر رو میشناسم. آقای دادستانم میشناسنش. اون نه دیوانه است نه موجود خطرناکیه. اگه هنوزم قصد توقیفش رو دارید آقایون، من حرفی ندارم، اما بهتون اطمینان میدم که من از کنارش تکان نخواهم خورد. حالا پلیس رو صدا بزنید. و وقتی که پلیس آمد بعدش چی حالی؟ وقتی آمدن بهشون خواهم گفت تفنگاتونو پر کنید، چون اول باید از روی جسد من رد بشید. آب؟ من واقعا متاسفم. بیا برید. متاسفم که تو این حد باعث زحمت شما شدم. قبل از رفتن از لورد میخوام یک کمی باهات حرف بزنم. شما دارید میرید؟ فردا، چون به سومه مریم مقدس در شهر نور احضار شدم. عالی جناب پیرامال عازم شهر تارت تا راجع به تو با جناب اسقف صحبت کنه.
با اینکه موفق شدی بسیاری از مردم ساده دل و گمراه بکنی، هنوز یه نفر هست که مطلقا دروغای تو رو باور نمی کنه. اون یه نفر خود من هستم. اصراری ندارم منو باور کنید. اگه میخوای بازم با این جوابای به ظاهر معصومانت منو به سکوت وادار کنی، باید بگم تلاشت بیهوده است. برنادت، تو باید خدا رو شکر کنی که در زمانهای قدیم تر زندگی نمی کنی. در گذشته موجوداتی رو که دم از تقدس می زدن و با سحر و جادو چشمه درست می کردن، زنده زنده می سوزوندنشون. من تا حالا هر شب برات دعا کردم، بازم دعا خواهم کرد تا شاید روح تو در این پلیدی و هولناکی که به دست خودت ساختی نابود نشی. شب بخیر برنادت. شب بخیر خواهر روحانی. از این حرفا گذشته، من برای اجرای عدالت به اینجا آمدم. مقامات دولتی با نقشه‌های ظالمانه در صدد نابودی این دختران. به صلاح کلیسا نیست که در کار مقامات دولتی مداخله کنه، و به خصوص در مورد برنادت سوبیرو. ما همون سیاست عدم مداخله رو اتخاذ خواهیم کرد. In my opinion, a change in our policy is now necessary. That opinion is not shared by an amazing number of equally worthy ecclesiastics. I realize that. I also realize that none but myself has talked to this child. I've begun to wonder if she is not a true vessel of grace and a worker of miracles. No, stop. My dear Dean, only the Congregation of Rites can determine whether a given phenomenon is a genuine miracle or a deception. True. That's all I ask. An Episcopal Commission be set up to investigate. Two or three questionable cures are not sufficient to cause an investigation. One questionable cure was sufficient to cause a multitude to travel hundreds of miles. Very well. I will convoke such a commission. Thank you. Providing certain obstacles can be surmounted. You fully realize, of course, just what this will mean. The commission can render only one of three decisions. First, you're an imposter, little Subiru. Hence, away with you to a prison for juvenile delinquents. Second, you're a madwoman, little Subiru. Away with you to an asylum. Third, you are the rarest of mortal beings, little Subiru. Just when do you think the commission will begin its work? The scientists, the chemists, the geologists cannot possibly conduct their researches with the grotto boarded up. A letter from you will force them to open it. No. The emperor must command that the grotto be opened. Then the commission may assemble. Not the other way around. When will you ask the emperor? Never. I've not the slightest intention of mentioning it. You will not know that I even contemplate convoking the commission. My attitude puzzles you, doesn't it? Frankly, yes. I'm giving your lady a chance to prove herself to me. If she is the Blessed Virgin, then nothing is impossible for her, and she will overcome the Emperor. However, if she is overcome, then she's a fraud. The grotto will remain boarded up, and she and any thought of the commission will vanish into thin air. I wonder, my dear Dean, who would win? The Emperor or the lady? Stay where you are! You're under arrest. They go down. I'll watch them from here. Name, age, occupation? Jacques Gazot, 46 years old, Najjar. جرم سرقت آب از چشمه مساویه. یک فرانک و نیم. من همچین پولی ندارم. پس دو روز برو زندان ببرینش. رابیوف
نفر بعدی خانم براد. براد اسم سن شغل براد لانتین 34 سال معلم سرخون قربان. براد شما تصادفاً از اقوام دریا سالار براد نیستید خانم؟ دریا سالار شوهر من. بنده ویکتور دوتور هستم، دادستان سلطنتی. خیلی خوشبخت. چرا نمیفرمایید تو دفتر من بنشینید؟ خواهش میکنم. من رو توقیف کردن و در انظار عموم به هم توهین شدی. حالا که به اینجا آوردنم میل ندارم برام تبعیض قائل بشید. خانم واقعا باعث تاسفه، شما از افراد صاحب نام این جامعه هستید. وقتی خانمای متشخصی مثل شما قانون جلوی چشم مردم بی سر و پا به ریش خند میگیرن، از دست خدمتگزاران بیچاره دولت چه کاری ساخت است؟ خب منم مثل بقیه تنبیه کنید. بسیار خوب خانم، ناچارم شما رو وادار به پرداخت 1.5 فرانک جریمه بکنم. با کمال میل آقا. و اینم 100 فرانک دیگه برای شرکای جرمم که آهی در بساط ندارن. And now please, may I have the bottle? بطری رو ضبط کردیم. مدت زیادی تو ضبط نمیمونه، چون من به خواست شخص عالی مقامی پرش کردم. ممکنه بفرمایید این شخص کیه خانم؟ اولیا حضرت ملک اوژنی. باید بگم که من معلم والا حضرت ولیعهد فرانسه هستم. اوه خواهش میکنم بفرمایید. شمشم دارم میفهمم چه حماقت بزرگی که در این دنیای پر جهالت انسان به فکر وظیفه شناسی باشه. Temperature is quite normal now. خدا رو شکر. حق با من بود. آبش معجزه آساس. مطمئنن همینطوره بانی من. لولو عزیزم حالا دیگه حالت خوب میشه تفلکم. لوی. لولو is better. The water from Lourdes made him well. Let us say, sire, the waters did the prince no harm. He had only a slight cold. How can you say that? His forehead was on fire with fever. Never more than 2 degrees, madam. It was diphtheria or scarlet fever. I know it. I feel it. Please, my dearest, don't excite yourself. Come and sit down. Lulu has had a number of attacks like this, and he's always gotten well. I tell you, Louis, it was the water that saved him. That's a very frivolous observation, darling. You're doing a great injustice to the doctor's prescriptions. You're an atheist, Louis. That's the most stupid thing a sovereign could be. Then you're worse than an atheist. You haven't the humility to thank God for the grace he's accorded us. By order of His Majesty the Emperor, the ordinance of May 10th is hereby revoked and nullified as of this date. The grotto shall be opened. Signed, Louis Napoleon. آلی جناب باید اذعان کرد که بانوی شما در زورآزمایی به هیچ وجه وقتشو تلف نمی کنه. نه نه بانو انتقام خودشو گرفت، من منتقل کردن به آله، یا بهتر بگم تبعید کردن به آله. بله من انتقال شما رو می دونستم. منم امروز نامه دریافت کردم. جدا؟ شما رو به کدوم دخمه انداختم؟ در مورد من بانو انتقام شدیدتری گرفتم. مقدر شده که من مدتی اینجا بمونم و کوشش کنم تا چیزی رو که علیهش جنگیدم مثل درخت میوه شکوفا بشه. دوست تا سربا بخورم. اطمینان دارم مسلما بانو قصد را انتقام دو جانبه از من بگیره. به همونطور که بانو دستور داده بود از علف ها و گیاه ها خوردم.
نمیفهمم بانو به چه دلیل چنین کار نفرت آوری رو از تو خواست. با این تعریفایی که تو از بانو کردی به نظر عجیب میاد که بهت دستور داد مثل حیوان رفتار کن. شما وقتی سالاد میخورید مثل حیوان رفتار میکنید؟ ادامه بده. بعد دنباله چشمه گشتم چون نتونستم ببینمش. حد زدم که چشمه‌ای که بانو میگفت زیر زمین قرار داره. به این دلیل با انگشتم شروع کردم به کندن زمین. برای اینکه شفایی رو معجزه تلقی کنیم، اون شفا باید مثل سائق عاجل باشه، یعنی در یک چشم به هم زدن صورت بگیره. باز هم احتیاج به مدرک داره. چون نتونستم ببینمش، حد زدم که چشمی که بانو میگفت زیر زمین قرار داره. به این دلیل با انگشتم شروع کردم به کندن زمین. دنبال چشمی گشتم چون نتونستم ببینمش، حد زدم که چشمه باید زیر زمین باشه. به این دلیل شروع کردم به کندن زمین. There is still the possibility of deception. باز هم احتیاج به دلیل داریم. این دلایل برای ما کافی نیست. شدید دماغ برادرم رو برده بود. بیه کنارم پیشوش. من نطور شدم برده ماه مارس داره میاد مگه؟ بشین برنادت. متشکرم پدر روحانی. متاسفم نتونستم روز پنجشنبه در مراسم عروسی خواهرت شرکت کنم. پدر بومیان بهم گفت که جشن جالبی بود. مقدار زیادی کلوچه پخته بودیم. همش رو خوردیم. واقعا جشن جالبی بود. حتما حالا خواهرت کارشو در منزل خانم میلت ول میکنه. خواهرم و شوهرش میرن تو مزرعه زندگی کنن، اما خانم میلت میخواد منو پیش خدمت خودش بکنه. بله منم شنیده بودم، به همین دلیل میخواستم باهات صحبت کنم. کاری سخت نیست، حقوقشم خوبه. میدونید به نظرم عجیب میاد، یه روز بانو به من گفت که در این دنیا خوشبخت نخواهم شد، اما من خوشبختم. هیچ وقت اینقدر خوشبخت نبودم. هم کار پیدا کردم و هم آقای آنتوان مرد نجیب و شایسته ایه. برودت، خبر داری که هیئت تحقیقاتی اسقف چه اقداماتی کرده؟ بله، این هیئت همه اشخاصی که شفا پیدا کردن معاینه کرده. درسته، اما خود تو رو چطور؟ فکر نمی کنی که تو داستان زندگیتم باید مورد بررسی قرار بگیری؟ من به همه سوالاتشون جواب دادم. امیدوارم بیشتر از این چیزی ازم نپرسن. هیئت تحقیقاتی سرگرم نوشتن گزارش بسیار مهمی درباره توست. در این گزارش تایید شده که ممکنه تو برگزیده قدرت‌های آسمانی باشی و اینکه چشمه‌ای که باعث این همه شفای معجزه‌آسا شده به دست تو به وجود آمده. از اهمیت این مطالب باخبری؟ نه. این مطالب به این معناست که بزرگترین و مهمترین افراد کلیسا ده ها سال مراقب تو خواهند بود و چه بسا قرن ها پس از مرگ و فراموش شدن ما، تو و ما باید. وحشتناکه، من همچین چیزی نمیخوام. بله این مسئله کوچکی نیست. جاوی بگو ببینم، در بیمارستان و در مدرسه خواهران روحانی خوب و مهربان نیستن؟ چرا خوبن؟ دلت میخواد یک روز مثل اونها بشی؟ نه پدر روحانی، من خیلی کوچکتر از این حرفا. من فقط دلم میخواد به عنوان پیش خدمت تو منزل خانم میلت کار کنم. خواهش میکنم فرزند عزیزم، تو اگر آدم حقیقی بودی مریم مقدس بهت نازل نمیشد. حالا مسئولیت بزرگی به گردنت افتاده. سرنوشت که مدرسه نیست که آدم یاقی بشه و ازش فرار کنه تا بتونه مثلا کلفت یک بیوه پیر بشه. یک بار در گذشته بهت گفتم که داری با آتش بازی میکنی.
بانوی تو یک آتش آسمانی بود. ملکوت تو رو برگزید و حالا تو ناچاری ملکوت رو انتخاب کنی. Isn't that true? Yes. You like the life of the sisters at Navarre. Their order is beautiful and lofty. Very much involved in practical life. حرفای شما حقیقت محض عالی جناب. و من اوامر شما رو مو به مو اجرا میکنم. اما نگران خانواده هستی؟ نگران بیمورده. فعلا میتونی تا رسیدن تابستون پیششون بمونی، چون نوشتن کامل گزارش تا تابستون طول میکشه. من ترتیبی دادم که پدرت در آسیاب یاپاکا مشغول کار بشه. در اونجا میتونه به کاری که خدا براش مقدر کرده مشغول شه و خانواده تو دیگه دچار فقر نخواهد شد. برودت یه لحظه سبا. یه نکته دیگه باقی مونده. هرچند در مقام یکی از اعضای هیئت تحقیقاتی نباید این حرف رو بزنم، در ذهن بهت بگم من به تو اعتقاد کامل دارم، اما یک نکته کوچک هست که هرچی سعی میکنم شکم در بارش برطرف نمیشه. منظورم همون کلمات لقاح مطهره. اگه بتونی اعتراف کنی که این اصطلاح هرگز از دهان بانو خارج نشده، ممکنه زندگیت فرق کلی بکنه. اگه این ادعا رو پس بگیری، شاید بتونی در یک نقطه از این دنیا گوشه دنجی رو پیدا کنی و مثل دیگران زندگی عادی داشته باشی. میخوای وقت بیشتری بهت بدم که دربارش فکر کنی؟ من احتیاجی به وقت بیشتر ندارم، چون هرگز به شما دروغ نگفتم. مگه من حرف از دروغ زدم؟ یه گوشه دین رو زندگی عادی هم احتیاج ندارم. امیدوارم قدیس نگهبان مسافرین پشت و پناهی باشه. متشکرم. حال امنیت مسافرت هم دو برابر میشه. برو جلو جونیر، برو جلو. برو جلو جونیر. نمیتونم این حرف رو بزنم، برام سخته. زندگی تو مدیون اون هستی، برو ازش تشکر کن فوراً. من همیشه بیاد شما هستم. آه بنوادت، اگه صد سالم زندگی کنم این لحظه رو فراموش نمی کنم، چون تو، فقط تو بودی که من از کام مرگ رو بودی. بیا بگیر میدال سنت کریستوفر، چه یادگار خوبی. با 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 برنادت، زیاد طولش نمیدم. I'm sorry to be late, but it was unavoidable. I was making a speech at the depot. So my دوست قدیمی و عزیز من میخواد از لورد بره، ها؟ برنادت، هیچ وقت اون روزهای پر از رنج و محنتی رو که من و تو دوش به دوش هم در مقابل دنیای ناباور ایستادیم فراموش نخواهم کرد. همواره به یاد خواهم داشت که آقای شهردار، خواهران روحانی داره حوصله‌شون سر میره. باید از خانواده‌ام هم خداحافظی کنم. آه. امیدوارم منو ببخشید. البته، راستی بیا. این هدیه ناقابل رو از من قبول کن. خواهش می‌کنم. متشکرم. آ، یکی امیدوارم قدیس نگهبان مسافرین همیشه روی درشکت پرواز بکنه و تو رو به سلامت به مقصدت برسونه. متشکرم. من میخواستم همینجا ازتون خداحافظی کنم.
خودتو خوب بپوش و یادت باشه که باید مواظب باشی. من به شال احتیاج نداشتم. پرت نگو، هوای بین راه خیلی سرده، ممکنه آسمت عود بکنه. لوئیس، الان که موقع جر و بس درباره هوا نیست. این همه حرف برای گفتن داریم، وقتمونم خیلی کمه. اما همیشه موقع ودا زبون آدم بند میاد. من که نمی فیلم گدای پاپا گدای من جان خداحافظ بودن. از قول من از خانم نیکولا خداحافظی کنید. همینطور همینطور از پسرش. Please, dear sisters, I know you've waited so long, but may I have another moment? We must reach Toulouse before dark. Oh, nothing can happen to us. Look, I have enough protection for even the horses. Very well, but hurry. I said goodbye once this morning, I know. But I have a little something for you. Don't worry, it's not a St. Christopher. You have only four. I blessed five this morning. Someone must be late. Bernadette, sometimes to express certain things in a letter is difficult. So wherever you may go, if ever you should need me, just send me this. I shall understand and come immediately. Your Reverend. If only you knew how much this means to me. Goodbye. Goodbye, Bernadette, and God bless you. Come to say goodbye with the others because there was something I wanted to tell you. What was it, Monsieur Antoine? Well, I wanted to say, well, my mother's getting old. She and I are used to each other. We get along very well. So I've decided never to take a wife. Because a mother-in-law and a daughter-in-law will... That doesn't work out so well. I'm going to stay unmarried, too. Well, that's what I wanted to say to you. Now, I wish you luck on your journey, Bernadette.
You are the postulant from Lourdes. Yes, Mother Superior. What is your name? Subaru. Bernadette Subaru. How old are you? Just past 20. What can you do? Oh, nothing that amounts to much. In the world, what would you have liked to have been? I always thought I could have been a good servant girl. Is that you, Sister Marie Therese? Yes, Mother Superior. This is the mistress of the novices, to whose guidance you look from now on. This is Bernadette Subiru, a new postulant. We know each other. The postulant will start in the kitchen tomorrow. You will be asked to wash dishes, scrub floors, sweep corridors. In brief, do all the lowly tasks that need to be done. But please observe, I do not command you. I am merely proposing this. If you do not feel equal to it, or if such work is repellent to you physically or spiritually, I wish you would say so now. Oh, no, Mother Superior. I'm very happy to work in the kitchen. Good. Sister Marie Therese will show you to yourself. With your permission, Mother Superior, there is one other matter to be considered. The postulant bears a name which has made a great noise in the world. But among us, great names have no meaning, although they may have been acquired through far greater effort. We disassociate ourselves from all we may have meant to the world and all it has meant to us. Moreover, the name Bernadette is a childish and trivial diminutive. Quite right. Before actually entering upon your novitiate, you will want to choose another name. Under the circumstances, it will be best to do so now. Have you given the matter any thought? No, I haven't. What was your godmother's name? Bernard. Then surely you'll be happy to bear the name of Mary Bernard, my child. This way, Mary Bernard. Cell is not your liking, Mary Bernard. Oh, yes, sister. It is quite to my liking. You will learn to be comfortable in it. A convent is no prison. No force is exercised here. If you do not feel capable of our obedience, you will find the door is always open. Good night, Mary Bernard. Good night, sister. Bernard. Yes, sister. What are you thinking about? About my family. Worldly remembrances have no place in this house. We're here for the purpose of concentration, not for reverie and wool gathering. Yes, sister. You find this work repellent? Oh, no, sister. Then let's show our willingness to serve God and not hesitate in our tasks. Yes, sister. Sister Mary Bernard is limping. Yes, I've noticed it. متاسفانه هنوزم دلش میخواد مرکز توجه قرار بگیره. باید باش صحبت کنم. ماری برنارد، لطفا بیاد اینجا. بله خواهر روحانی. باید با هم صحبت کنیم. اطاعت خواهر روحانی.
اجازه میدین اول دعا خوندنمو تموم کنم؟ کار من برای روح تو اهمیتش از دعا خوندن بیشتره. در سلولت با هم حرف میزنی. چشم خواهر روحانی. با اجازه شما مادر روحانی. بنشین ماری برنارد. مدت هاست که میخوام با حرف بزنم. Why do you limp? Oh, it's nothing, sister. Limping gains sympathy from the other sisters, is that it? من هرگز فراموش کردی من مدت هاست رو میشناسم. در دنیای بیرون آدم مشهوری بودی. از همه جای فرانسه مردم به دیدنت میامدن. Here you are on an entity. پذیرفتن این حقیقت برات دشواره نه؟ او نه. بدیهی است که به هیچ وجه میل نداری از شهرت خودت دل بکنی. باور کنید خواهر، من هرگز برای جلب توجه دیگران کوششی نکردم. من فقط آرزو دارم مثل بقیه خواهرها باشم، نه بیشتر. 10 سال پیش به تو شک داشتم. I have not changed. I have never told you an untruth. I have tried to believe you. Only God knows how hard I've tried. But I cannot. چه چیزی رو باور نمی کنید؟ همون چیزی رو که بقیه باور کردم. بانو رو باور کنید دیدمش. باور کنید. خیلی ها باورت می کنم. حتی حضرت پاپ در روم. اما من نمی تونم. تو اصلا چی می تونی؟ هیچی. در تاریخ مقدس ما همه ی برگزیدگان کسانی بودن که رنج فراوانی بردن. چطور خدا تو رو انتخاب کرد؟ چرا منو انتخاب نکرد؟ دلیلش رو من نمیدونم. من معنی رنجو میدونم. چشمای من نگاه کن، مثل آتش جهنم میسوزن. چرا؟ چون محتاج خوابم، محتاج آرامشی که من ازشون دریغ میکنم. گلوی من از دعاهای مداوم خشکیده، دستای من در خدمت به خداوند پینه بسته، استخوانم از خوابیدن روی سنگ سرد به درد اومده. بله، من رنج میکشم چون میدونم فقط از طریق رنج میشه به بهشت رفت. و اگه من که تمام عمر شکنجه دیدم نمیتونم مریم مقدس رو ببینم، پس چطور تو که معنای درد رو نمیدونی ادعای دیدنشو میکنی؟ من نمیدونم چرا خدا منو انتخاب کرده. شما 100 بار از من مستحق ترید. اگه میتونستم دلیلی پیدا کنم، اگه تو میتونستی به من ثابت کنی، شاید میتونستم حرف تو باور کنم. شاید اون وقت این هیولای شک و نفرت دست از روح رنجور من بر میداشت. برای خاطر خدا خواهر روحانی دلیلی به من نشون بده. ای کاش میتونستم کمکتون کنم، اما من هرگز رنج نبردم. هیچ وقت. شاید بتونم کمکتون کنم. شاید همین برای شما کافی باشه. خب دکتر، علاوه بر تومور بزرگی روی زانو، دوچار سل استخوانم شده. هیچ وقت از درد شکایت نکرده؟ نه. درسته؟ هیچ وقت چیزی نمیگفت. اصلا سردر نمیرم، چون مدت خاص به این مرض مبتلاست. The constant pain and suffering which is so characteristic of this disease is too horrible to describe. خدای من،
چند بار تو فداکاری سعی کردم دروازه های بهشت رو به روی خودم باز کنم، اما حالا میدونم که خداوند باید ما رو انتخاب کنه. خداوند ما رو هم مثل این دختر معصوم قرین افتخار کن. خدایا من رو ببخش، من آزارش دادم و به اون ایمان نیاوردم چون دلم انباشته از حسادت و حسرت بود. خداوند کمکم کن تا پایان عمر به روح پاک این دختر خدمت کنم. خدایا کمکم کن، خدایا کمکم کن. مثل این که امروز کمی حالت بهتر خواهر؟ بله متشکرم مادر روحانی، کمی بهترم. من و خواهر ماری ترزا تصمیم گرفتیم تو رو به مسافرت بفرستیم. به مسافرت؟ میتونیم فاصله سومه تا لورد رو در فواصل کوتاه طی کنیم. لورد؟ چه دلیلی داری که خودت از نعمتی که نصیب تمام دنیا کردی بهره‌مند نشی؟ این کار امکان نداره. به چه دلیل؟ آب اون چشمه مال من نیست. چرا فکر میکنی آب چشمه در مورد تو مؤثر نخواهد بود خواهر؟ اون چشمه برای من ساخته نشده. خود بانو اینو به تو گفت فرزندم. بانو گفت در این دنیا نمیتونم بهت قول خوشبختی بدم، اما در دنیای دیگه چرا؟ آب چشمه مال من نیست. متشکرم دکتر. پدر روحانی در این صورت باید فورا اسقف رو خبر کنیم. ایشون میل دارن که از زبان خود ماری برنارد تایید نهایی رو بشنون. خواهر ماری برنارد، ما آخرین نسخه گزارش هیئت تحقیقاتی رو که در سال 1858 تشکیل شد برات میخونیم. این گزارش شامل شهادتی است که تو در آن زمان به هیئت تحقیقاتی دادی. ما از تو چیزی نمیخواییم به جز تایید همین شهادت. آیا این توانایی رو در خودت میبینی؟ روز 11 فوریه در سال 1858 مسیحی، من برنادت سوبیرو همراه با خواهرم ماری و دوستم جان عبادی به جنگل رفتیم تا هیزم جمع کنیم. تایید میکنی؟ من دیدمش. در نقطه موسوم به مصابیه من استراحت کردم، اما خواهر و دوستم از رودخانه رد شدن. تایید میکنی؟ دیدمش. تا مدتی هیچ اتفاقی نیفتاد و سپس ناگهان چشمم به یک گل سرخ افتاد که در غار مصابیه می جنبید. این نکته در آن لحظه به نظرم عجیب آمد چون باد نمی‌وزید. من دیدمش.
دوباره به دیدن ما اومدین متاسف نیست؟ نه خیر، 5 سال تمام در لنگوداگ انجام وظیفه کردم. تعبیرگاهی بود که خداوند نصیب گرگ بیابانم نکنه. حالا که به اینجا برگشتم میفهمم که واقعا در چه بهشتی زندگی. You see my friend how deeply hell reaches into human life. گوسفندهای بدبخت فقیر چرا به اینجا میاد؟ چون ایمان دارم، چون از همه جان ناامیدم، چون گاه گاهی یه نفر شفا پیدا میکنه و چون گاهی اوقات یک مریض خیالی به هیجان میاد و تفرکی مرض موهومشو فراموش میکنه. بله، از این مریضای خیالی زیاد داریم، اما موارد متعدد دیگه اینی دیده شده که توضیحش آسون نیست. دیروز زنی رو دیدم که لپوس داشت، یعنی سل پوست صورت. ولی یه دفعه در جایی که قبلا یه حفره بزرگ متعفن وجود داشت، در ظرف 10 دقیقه دماغ و دهان سخت شد. دکتر، وقت منو با این چرندیات تلف نکنید. من تو دفترم عکسشو دارم، میل دارید با من بیایید و... آقایان، فایده این بحثا چیه؟ این شک و تردید سالهای سالی که همین دور ادامه داره و متاسفانه سالهای زیاد دیگری هم ادامه خواهد داشت. برای کسانی که به خدا ایمان دارن هیچ توضیحی لازم نیست و برای آدمهای بی ایمان هر توضیحی بیفایده است. آقای جناب، این پیغام برای شماست. پیش خدمت شما از من خواست که اینو فوراً به شما بدم. این پسر اولین نفر بود. هیچ یادتون میاد؟ فرمایشی ندارین آقای جناب؟ بله، متشکرم. حالا برگردم. باید برای سرماخوردگیتون دوایی از دکتر بگیرید آقای دلخل. نه، این فقط یه سرماخوردگی مختصره که دیشب توی قطار بهش مبتلا شدم. فردا حالم کاملا خوب میشه. عذر میخوام آقایون. روزتون بخیر. روز بخیر. روز بخیر. بهت. And I give you full permission, dear doctor, to write down in your big book my amazing recovery was due solely to the Lady of Lourdes. If I kept such a book, I would write you down merely as a skeptic. Who I promise... قول میدم که آقابت انگوش به دهان از این شهر بریم. این مسئله به من نمیچسته. به من نه. از این شهر فقط استفراغم میکرم. اما حالا خوب نگاهش کنید. مثل اسفنج عظیمی شده که تمام عفونت دنیا را به خودش جمع. صبح بخیر آقای جون. صبح بخیر. مرحمت زیاد آقایان. مثل این که امروز حالتون خوبه. بله آقای دکتر، امروز حالم خیلی بهتره. با چه خیلی امروز صدای آقای جون خیلی به صدای آقای دوتور شباهت داره. اینطور نیست؟ بله، گویا حق باشه. آقای جون مبتلا به سرطان حنجره است. مریم مقدس، برای ما دعا کن. ای مادر خدا، برای ما دعا کن. ای مریم مقدس باکره، برای ما دعا کن. ای مادر مسیح، برای ما دعا کن. ای مادر پر افتخار آسمانی، برای ما دعا کن. من در اینجا غریبم. من مانند این ارواح بیشمار نیستم که با قلب‌های روشن و پر امید در دل تاریکی می‌درخشند. غرور و نخوت من همیشه بین من و آنها حجاب ضخیمی ساخته، زیرا فکر می‌کردم از آنها برترم. اما حالا می‌دانم که همه ما حیوانات مفلوکی هستیم که تنها فرقمان با حشرات در سلسله اعصاب و منطق نادرستمان است. سرطان گرسنه‌ای از گلوی من تغذیه می کند. فردا دوباره به لانگو داک خواهم رفت و در دخمه سیاهی به انتظار مرگ خواهم نشست و همه فراموشم خواهند کرد. در آنجا تنها خواهم بود، تنها و شوربخت. بیدم اینطور باشد بسیار منطقی است، زیرا هیچ کس را دوست نداشتم. هیچ کس. هیچ کس. حتی خودم. ای برنادت آسمانی، برای من دعا کن. Holy Trinity.
هم شوهر توست. ازم بازجویی کردن بارها و بارها، اما من دیدمش. بگید که من دیدمش. حرف منو باور نمی کنن. فرشته کوچیک من، البته که دیدیش، بازم میبینیش. زیاد مطمئن نیستم، شاید رنج کافی نبرده باشم. تو اینقدر رنج بردی فرزندم که مستحق عرش کبریا هستی. نه، من معنای رنج رو نمیدونم. همه ما مبالغه میکنیم، دردای ما زیادم وحشتناک نیستن. میدونم که خواهر سیستر دردت شدیدتر شده. امروز چه روزیه؟ چهارشنبه. چهارشنبه فردا، فردا پنجشنبه است. تنبل بودم، حتی معنی تسلیس مقدسم نمی دونستم. کجایید مادر روحانی؟ کجایید مادر؟ از اینجا رفته؟ به محبوب من گوش فرادهید، برخیزید، بشتابید. عشق من، کبوتر من، زیبا روی من، زیرا زمستان دیگه بانو رو نخواهم. زمستان تمام شده و رفته. از تاکستان ها و گلزار ها بوی عطرهای دلانگیز بلند است. در گوشه های تابناک آسمان هرگز نمیبینمش. بگذار صدایت در گوش من تنین بیفکند، زیرا آوای تو بس دلکش است. برخیز و بشتاب عشق من. اکنون در آسمان ها و در بهشتی، اینک زندگی تو شروع شد. دانلود بروزترین فیلم ها و سریال های دنیا در رسانه اینترنتی نایت مووی.